فرض کنید شما احمد مسعود هستید. چی کار میکنید؟ به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. آرزومندیم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. 8 صبح در خبرنامه می نویسد: فرض کنید شما احمد مسعود هستید. چی کار میکنید؟ در 15 آگست سال 2021 وقت سنگین وزنهای عرصه سیاسی و نظامی و شمول رئیس جمهور، جنرال های ارتش، وزیران امنیتی و مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان سوار هواپیماهای آمریکایی شدند و از کابل فرار کردند، جوان 30 و چند ساله به نام احمد مسعود به فرودگاه کابل رفت تا با شمار چند از آخرین سربازها و فرماندهان یک ارتش فروپاشیده به زادگاهش پنجشیر برود و امید یک مقاومت مسلحانه و بومی بر ضد طالبان را زنده نگه بدارد. پیروزی مأموریت او با توجه به حجم توطئه منطقه‌ای و جهانی ناممکن به نظر می رسید. طالبان در تعامل با طراحان جنگ با تروریسم جهانی و حلقه اصلی رهبری جمهوریت که مورد حمایت واشنگتن بودند، مسیر برگشت دوبارهشان به قدرت را رقم زده بودند. احمد مسعود پیش از سقوط جمهوری یک شهروند عادی بود. او به لطف نام و میراث پدرش از یکی دو سال پیش از سقوط تلاش داشت تا حوزه سیاسی فروپوشیده ضد طالبان را انسجام حد اقلی بدهد و برای روزهای دشوار دفاع آماده بسازد. او از همان آغاز اما با دو چالش عمده روبرو بود. یک، در آخرین سالهای جمهوریت که همزمان با آغاز فعالیت سیاسی احمد مسعود بود، سیاست مداران تاجک به شمول سیاسیون پنجشیری که از شرکای اصلی دولت پس از 2001 بودند، احمد مسعود را هماورد سیاسیشان نمی پنداشتند. احمد مسعود برای اکثر آنها یک خطر در حال کلان شدن بود. آنها می دانستند که با ورود احمد مسعود به عرصه سیاسی، احتمالاً او تبدیل به طرف اصلی قدرت در حوزه تاجکان تبدیل خواهد شد. چه بسا که چنان تحول دسترسی کهنه‌کاران سیاسی حوزه تاجکان را به قدرت و بازی‌های قدرت محدود می‌کرد. دو، همزمان با سقوط پیهم ولسوالی‌ها و مراکز شهرها، در حلقات رهبری دولت و مخالفان سیاسی سخن از تشکیل یک جبهه مردمی مقاومت ضد طالبانی می‌رفت. اشرف غنی، امرالله صالح و حلقه اصلی تصمیمگیر جمهوریت که در بهترین حالت ممکن از چند تن محدود فراتر نمی رفت، در حالی که می دانستند احمد مسعود از معدود چهره های است که اعتبار سیاسی شکل دهی یک جبهه بومی و مردمی مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان را دست کم در حوزه شمال کابل و شمال شرق افغانستان دارد، از همکاری سیاسی و نظامی با او دریغ ورزیدند. حلقه تصمیم گیر جمهوریت ترجیح داد که افغانستان به کام طالبان فرو برود، اما یک مقاومت مسلحانه در دفاع از جمهوری اسلامی افغانستان با محوریت احمد مسعود هرگز شکل نگیرد. فهم این پیشینه کمک میکند که 18 ماه پس از سقوط افغانستان بدانیم چه توقعات از احمد مسعود به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان مواجه و چه توقعات با توجه به پیچیدگی اوضاع سیاسی نظامی درون افغانستان، مناسبات کشورهای منطقه با طالبان و سیاست‌های جهانی احتمالاً در مرحله کنونی غیر واقع بیانینا است. بحران به اعتمادی، آفت بزرگ حوزه ضد طالبان. در شرایط کنونی رسیدگی به بخش های عمده از توقعات مشروع حوزه مقاومت نیز کار سهلی نیست. نیروهای سیاسی در تبعید پراگندن و جهش برای کار سیاسی و هوشمند و دراز مدت در میان آنها وجود ندارد. سطح به اعتمادی عمومی نسبت به سیاسون بالا است. مردم خاطرات ناخوشی از اعتماد به رهبرانی دارند که در فردای بیروزی به خواستهای آنها واقعی نگذاشتند. احمد مسعود در یک فضای ملتهب سیاسی و در همراهی با یک نسل سرخورده و شکست خورده سیاست می کند.
ایجاد اعتماد و امید از یک سو و نهادسازی برای مقاومت از سوی دیگر در چنین فضا و با چنین همپیمانان برای هیچ کس کار سهلی نیست. نسل کهنه سیاسی ظرفیت فکری برای مدیریت مقاومت بر ضد طالبان را ندارند. کهنه‌کاران سیاسی در واقع تولید از عصر جهاد و پسا جهاد هستند. آنها در میان مردم به حد کافی در 30 و چند سال گذشته به اعتبار شدند. بسیاری از همپیمانان نسل احمد مسعود بر رغم قهر و غضبی که بر ضد طالبان دارند، مردمان کمکار، کم حوصله اما پرتوقعند. بر رغم هیاهوی رسانه‌ای پس از سقوط، هیچ جریان مستقل سیاسی از نشانی عین این نسل را نیافتاده است. آنها حتی سند و مانیفست برای توضیح منسجم دیدگاه‌های سیاسیشان ننوشتند. میزان تعهد به ساختن و ماندن در یک گروه، انجمن و حزب سیاسی در میان این نسل امیدوار کننده نیست. در یک سطح کلانتر متاسفانه این وضعیت زاده بحران اخلاق سیاسی پس از عصر ایدولوژی است. از سوی دیگر، شماری از چهره‌های اثرگذار این نسل هر از گاه در جدال‌های سیاسی و رسانه‌ای یک محل و یا ولایت خاصی را مثلا مقصر کلان بحران سیاسی حوزه تاجیکان قلمداد می‌کنند. مدافعان و مخالفان چنین فهمی متاسفانه تهمت‌های این چنینی را از هم دیگر دریغ نمی‌دارند. نویسنده در توضیح این وضع عبارت محله‌گرایی را بر آریت می‌گیرد. احتمالاً این عبارت به حد کافی مانع و جامع نباشد، اما رویه آنچنان آفت کلانی است که شماری از نخبگان سیاسی تاجک را تهدید می کند. آنها به جای پرداختن به وضع عمومی حوزه سیاسی ضد طالبان، انرژی جمعیشان را صرف جدل‌های پایان ناپذیر فیسبوکی و توییتری می کنند که هر روز از فشردگی صف سیاسی آنها می کاهد. احمد مسعود نیز برای پیدا کردن سازوکار عملی برای فائق آمدن بر بحران بی‌اعتمادی در میان حوزه سیاسی مقاومت دست کم تا هنوز موفق نبوده است. حلقه متمدان او مورد اعتماد و حرمت فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای هم نسل احمد مسعود نیستند. هرچند تا اندازه غیر قابل دسترس بودن او قابل فهم است، اما شکایت شماری از هم نسل‌های او که توقع دارند او حضور بیشتری در میان نسل جوان داشته باشد غیر موجه نیست. در میان هم نسل های احمد مسعود چهره های جوان، هوشمند و باسواد هستند که می توانند در هیئت یک گروه از مشاوران و یا کمیته سیاسی برای جبهه مقاومت ملی کار اثرگذار کنند. دانش رهبری و مدیریت ایجاب می کند که احمد مسعود از آدم هایی که تعهد و دانش کار برای رهایی افغانستان از سلطه طالبان را دارند بهره ببرد. چنان کمیته و گروه می تواند بار سنگین کار و برنامه ریزی فکری، نظامی، سیاسی و اجتماعی را بردوش بکشد. برای فرهنگ، جامعه و سیاست پس از طالبان استراتژی بنویسد. روایت منسجم پیشرو و فراگیر مقاومت مردم افغانستان تدوین کند، با نهادها و دولتهای منطقه و جهان در تماس باشد و بر اعتبار سیاسی و اجتماعی جبهه ملی مقاومت بیفزاید. حسن چنان کار این است که از مسئولیت فردی احمد مسعود به عنوان فرد و رهبر میکاهد و به نهادسازی برای مقاومت کمک میکند. هیچ چیزی پس از یک بحران به پیمانه اعتمادسازی میان شرکا، شفافیت در پاسخدهی و استفاده بهینه از منابع انسانی مهم نیست. هر سه تا این کار بدون هیچ هزینه هنگفت سیاسی ممکن است. توقعات عمومی جدا از اینکه موجه باشند یا نه، می تواند سنجه برای اعتماد عمومی نسبت به افراد باشد. کمتر سیاستمدار در حوزه ضد طالبان به پیمانه احمد مسعود امکان کسب اعتماد عمومی را دارد. پیش از این که دیر شود، احمد مسعود می تواند از این فرصت هوشمندانه و معطوف به خیر عمومی حوزه ضد طالبان بهره ببرد. آیا هزینه آزادی را متحمل می شویم؟ پروژه برگشت طالبان به قدرت ابعاد پیچیده‌ای دارد. 18 ماه زمان بسیاری برای ایجاد یک بدیل سیاسی نظامی صاحب برنامه برای طالبان نیست. به ویژه اینکه همه نیروهای سیاسی افغانستان هنوز در شوک پس از سقوط به سر می‌برند و امکانات لازم مالی و نظامی برای یک جنگ آزادی خواهانه ضد طالبانی وجود ندارد. جنگ
آزادسازی مناطق اشغالی و آزادی هزینه های می طلبد که حوزه ضد طالبان تا هنوز و پرداخت آن متعهد نشده است. این به معنای کم اهمیت جلوه دادن قربانیان یک سال و اند اخیر حوزه ضد طالبان نیست. ما با یک دشمن صاحب تجهیزات نظامی که لشکری از انتحاری ها را در اختیار دارد و در دو سال گذشته از نزدیک به $2 میلیارد کمک های جهانی تغذیه کرده است طرف هستیم. حمایت از گروه طالبان در میان کشورهای منطقه و شماری از پایتخت های غربی هنوز ترکی بر نداشته است. نظریه حفظ ثبات در افغانستان به قیمت حفظ طالبان در قدرت هنوز در میان شماری از سیاستگزاران جهانی نظریه معتبر پنداشته می شود. در این شرایط و اوضاع سهل‌ترین کار فهرست کردن توقعات کلان سیاسی حوزه ضد طالبان و متهم کردن احمد مسعود به رسیدگی نکردن با آنها است. احمد مسعود به عنوان یک سیاستمدار در تبعید مهمان یک همپیمان به امکانات و یک دولت ضعیف در منطقه است. او از سرگزیر یا ناگزیری مجبور است رعایت خاطر بازیگران کلان منطقه ای را بکند. از سوی دیگر وقتی میلیونرهای حوزه ضد طالبان پولشان را از مقاومت دریغ کنند، وقت نخبگان فکری و سیاسی این حوزه ظرفیتی برای اتحاد و همدلی نداشته باشند و وقت همه ما از پرداخت هزینه آزادی به هر دلیل طفره برویم، نه احمد و نه محمود هیچ کسی نمیتواند معجزه انجام بدهد. سوالی که همه به شمول منتقدان احمد مسعود از خود بپرسیم این است که آیا حاضریم هزینه آزادی و مقاومت را بپردازیم؟ مثلا دیاسپورای افغانستان چه کار موثری میتواند انجام بدهد؟ آیا نویسندگان و فرهنگیان ما برای باروری مقاومت همگانی در برابر طالبان کار انجام میدهند؟ آیا شاعران ما جنبش برای شعر مقاومت راه خواهند انداخت؟ آیا تاجران ما تفنگ برای مقاومت خواهند خرید؟ آیا معلمان ما به جهادی سازی نصاب آموزشی اعتراض خواهند کرد؟ آیا در دفاع از زنان و حقوق آنها به خیابان ها خواهیم رفت؟ خلاصه، آیا می شود از ظرفیت انسانی گروه های مختلف سیاسی افغانستان، قهر عمومی و بیزوری فراگیر مردم از طالب و طالبانیزم روایت و ابزار ساخت که طالب را در سطوح مختلف بشکند و امکان بازپسگیری میهن ما را به ما بدهد؟ این پرسش ها از مسئولیت رهبری احمد مسعود به عنوان رهبر جبهه مقاومت کم نمی کند. ولی ما نیز باید بدانیم که در برابر مردم و وطنمان مسئولیت داریم. از توجهتان جهان سپاس. وقتتون خوش. خدا نگهدار.